هر فیلمی که ساختم به دلیل موقعیتی که در کشورم داشتم همیشه فکر میکردم که انگار نباید اون فیلم رو میساختم چون معمولا جریمه شدم بابت ساختن فیلم و بابت اینکه برسم به تماشاگرها. خب هشت فیلم تو ایران ساختم و هشت فیلم بیرون ایران در جای مختلف توی ایران که فیلم می ساختم به سختی نمایش داده می شد وقتی به سختی نمایش داده می شد فکر می کردم که کار بدی کردم و خب دولت اجازه عبور نمیداد که مردم فیلمو ببینن به راحتی و بیرون ایران هم با اینکه فکر می کنم که از سانسور فرار کردم اما همچنان فیلم‌های منو من و مردم ایران نمی بنابراین اون حس قدیمی همچنان وجود داره که انگار من خطاکارم و گناهکارم که فیلم می‌سازم. اولین بار که من فیلم خودم رو با تماشاگر دیدم قاعدتا هیچ وقت یادم نمیره چون احساس کردم که اونها معلم های واقعی من هستند بدون اینکه ادعای معلمی داشته باشن از واکنش هایی که نسبت به فیلم نشون میدادن من متوجه می شدم که رو درست انجام دادم یا غلط برای همین همیشه دوست داشتم که از اونا یاد بگیرم در حالی که اونا فکر میکنن که فیلمسازها بهشون چیزی یاد میدن من دوست ندارم یک فیلمساز ساز معلم باشم دوست دارم معلم من تماشاگر باشه و من به عنوان فیلمساز کنار اونا بشینم اینه که هیچ وقت آدم معلمش رو فراموش نمیکنه بله حتما من الان دارم این کار رو انجام میدم و 20 درصد از فیلم برداری فیلم جدیدم تموم شده اصلا همین که میتونم وسط فیلم برداری به سفری مثل خون بیام در فستیوال شرکت کنم این یعنی خودش هوش مصنوعی به شکل کلاسیک وقتی خب فیلمی می ساختم با گروه بزرگ بعد وا می سادم همین فیلم رو می ساختم و هیچ جا نمی برم آزادی عملی که به من میده موبایل اینه که همزمان میتونم در همه جا باشم و آن کاری که دوست دارم و بکنم بدون نیاز به کمپانی ها و تیم های بزرگ و آدم ها منت کسی رو نمی کشم و سرم بالاست آن چیزی که خودم دوست دارم انجام میدم و همین من اینجا هستم در خیخون عبدالرزا کاهانی فیلمساز ایرانی که سرزمین شده سرزمینی که نمیدونه و خوشحالم که الان در سرزمین شما هستم و فیلم اشراین رو به شما تقدیم میکنم گراسیاس